دوست های به نهایت عزیزم سلام عرض می کنم. شفیع یارستم. امروز اول دسامبر سال 2016 میلادی است و باز هم ما در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. قسمی که همیشه میگم برنامه های زنده ما در واقع برنامه های شما است. شما در این جلسه میگیرین نظراتتان، انتقاداتتان، پیشنهاداتتان، حتی دعاویتان به سمع بیننده ها و شنونده ها میرسانین. اگر خود شما یک برنامه داشته باشین، باور کنین مقدار هنگفت کار لازم است و ای که باز چند نفر میشینه سعی میکنه او کاملا یک مسئله علایده است. اما شما از طریق برنامه ما با یک تعداد زیاد در رابطه قرار میگیرین. ما خوش دارم گپای شما را بشنوم و در و پل شوم بین شما و هموطنهای عزیز ما. اول دسامبر گفتم، یعنی ماه آخر سال است. سال و ما و به حساب زمان منتظر ما نمیشینه و بسیار به سرعت پیش میره. ما یادم میایه اول سال که در برنامه شما را به سال 2016 میلادی خوش آمد گفتم و امروز اول ماه دسامبر است، یعنی آخرین ماه. 20 چند روز دیگه هم به سرعت تیر میشه و ما و شما باز خوش آمد میگیم سال 2017 و 18 و 19 و به همین ترتیب یک سال دیگر را نمیتونیم که خوش آمد بگویم. بنابراین در هر جایی که هستین کوشش کنین که زندگی برای شما یک زندگی خوشایند باشه و فکر نکنین که تنها شما هستین که زندگی را برای خود باید خوشایند بسازین. دست دیگر آرام بگیرین، دیگر آرام از خاطر خود بیرون نکشین. از امی خاطر است که ما در امی جشتیم تا که ما و شما یک جایی بتانیم اگر یک کار بکنیم برای وطن عزیز خود و مردم بیچاره خود. ما لاین تلفن باز است، تلفن ما روی صفحه است، شما میتونین زنگ بزنین و ما و شما شروع میکنیم برنامه را. اما طبق سنت برنامه شفیع یار به این قیامت یک شعر از امیجا میکشیم و میخوانیم. در عهد این شعر شاید که قدر بسیار جالب نباشه. ای صبا اگر بگذری، ای صبا اگر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی، بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. ای صبا اگر بگذری بر ساحل رود ارس، ما ارس گفتم ارس اصل کلمه است، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. منزل سلما که یادش هر دم از ماست، منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام. چشم یک قسمتش تقصیر چشم است. منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. محمل جانان ببوس آنگه بزاری عرضه دار، کس فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خواندم قول رباب، گوشمالی دیدم از مجران، گوشمالی دیدم از اجران، که اینم پند بس. عشرت شبگیر کن، عشرت شبگیر کن، می نوش کن در راه عشق. یک توجه کردم که عشرت شبگیر کن یا عشرت شبگیر کن. عشرت شبگیر کن، می نوش کن در راه عشق. شبروان را آشنایی آست با میر اساس، عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز، عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز. زان که گوی عشق نتوان زد
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس، دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار. دل به رغبت می سپارد، دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار. گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس، توتیان در شکرستان کامرانی می کنند. و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. نام حافظ گر براید بر زبان کلک دوست، از جناب شاه هم بس است این ملتمس. دوست عزیزم، شما می فهمین که بازم متاسفانه یه گپ تقریبا مروج است که حتی اگر ناسنجیده هم بگویی که دوست عزیز شما می فهمین که وضع مملکت ما بسیار خرابه، هیچ کدام اشتباهی نکردین. باز هم مثل سابق انتحاری است، قتل، کشتار. و یک چیز جالبه که دمی هفته دیدم که یک آقا از کابل میره به سمت شمال مملکت و در اوج خود نماینده شورای امنیت ملی در یک سطح بسیار بلند معرفی میکنه. و همی کسایی که در قرارگاه نظامی و شورای امنیت و غیره و غیره است، یا کلشان باور میکنن. بله دوست عزیزم بفرمایین، روی خط هستین؟ شفیع عیار هستم، خودم معرفی کنین. سلام خانم فوزیه، چه حال دارین؟ ساعت شما خوبه؟ تشکر، زنده باشید. میخوایم یک موضوع رو بر شما پاپانش بگیرم. فردا یک راز است و نگرانش مباش، دیروز یک خاطره بود حسرتش را مخور، امروز یک هدیه است قدرش را بدار. دیروز گذشت و سال کونو هم گذشت و باید ما مسلمان ها و افغان ها قدر آمد سال نو خود باید داشته باشیم. کوشش کنیم که یک همبستگی و دوستی و محبت و خوشی همه ما، نه تنها در افغانستان، در هر جایی که هستیم و هر موقفی که هستیم، باید قدر یک دیگر را بدانیم. نه تنها از دیروز، امروز و فردا، از لحظه های خود باید داشته باشیم. بدون شک خانم فوزه. دیگر من کدام گفتنی ندارم. من بسیار احترامانه، بسیار دوستانه، مادرانه، خوارانه، هر چی که بگن از دوستای عزیز خود، بخصوص گرداننده های برنامه های دینی باشه، اجتماعی باشه، از هر نگاهی که باشن و هر چی که باشن، دوستانه خواهش میکنم بیاین سر موضوع اصل موضوع باید گفت بزنیم. راجع به هم دیگر هیچ وقت اینی موضوعات یعنی به اصطلاح منفیگرا نباشه. زیاد در وصف یکی دیگه خود، در غیاب یکی دیگه خود، باید چیزهای خوبی رو بگویم، همو از بدش خودداری کنیم. دیگه فقط سال نو با فال همبستگی، دوستی، خوبی و خوشی بخیر آغاز کنیم. بخیر باشه. من کدام گفتنی ندارم، فقط شما رو به لایحت بسپارم. خداحافظ شما. بسیار تشکر خواهر عزیزم، لطف کردین که زنگ زدین. البته یک ماه دیگه مانده که ما شما با قدم های دسامبر تا ماه جنوری بریم و سال نو شروع کنیم. خب البته بسیار سخت است که ما بتانیم تنها خوبی های یکی دیگه را بگوییم، در جایی که بخصوص اگر خوبی بسیار با ندرت دیده شود، و در جایی که اگر انتقاد نکنیم و مشکل حل نکرده باشیم. اما به شکل عمومی گپ درست است که یک چشم زیبابین داشته باشیم. تا زمانی که او چشم زیبابین ما چیزهای منفی را نادیده نگیره که برای نجات مردم بیچاره ما مهم است. البته گپ در سر ازی بود که یک آقا از کابل میره خود نماینده شورای امنیت ملی معرفی میکنه. اما یک آدم کته، اما شکم کته چاق که مروج آمه است که اما نفر ها باید چوکی کلان داشته باشه، و همی کسایی که در قرارگاه های عسکری است یا ای گفت زیر باور میکنن. جالب ترین شیست که قرارگاه شاهین دو هلیکوپتر در اختیار آقا میگذاره
که در سمت شمال و کجا و کجا یاغا را میبرن. دوست عزیزم شفیع هستم، روی خط هستین، بفرماین خدا معرفی کنین. بله سلام علیکم. سلام عرض میکنم خواهر عزیزم، بفرماین. ببخشید من یک سوال داشتم. اسم شما؟ البته دو سوال داشتم. اسمش فریده. فریده جان بفرماین. سوال اول تا از تلفنیا. بسیار. من میخواستم بپرسم که در سال 1919 هندوستان 400 میلیون نفوذ داشت. تقریبا سال افغانستان 10 میلیون نفوذ داشت. اگر همین جنبش آزادی خواهی در منطقه علیه انگلیس که از افغانستان شروع شده بود توسط شاه امان الله توقف داده نمیشد، همه قاره جنوبی آسیا آزاد میشد یا نه؟ مشکل دیگر حل میشد یا نه؟ دیگر همین قناعت شاه امان الله آیا معامله بود یا نه؟ یک سوال. سوال دوم که ما همه اقوام برادر هستیم، پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، و تا وقتی که نفوذ شماری نشه آیا مشکل افغانستان علمی شد یا نه؟ خب دوم شما آسانتر است که جوابتیم، اما سوال اول شما را اگر تکرار کنین یک کم دقیق تر که ما بفهم که منظور شما چی است. خب سوال اول همی بود که یعنی در منطقه در سال 1919 در وقت هندوستان 400 میلیون نفوذ داشت، بله. یعنی افغانستان هم 10 میلیون نفوذ داشت، بله. یعنی یک جنبش آزادی خواهی علیه انگلیس بود. این جنبش آزادی خواهی را امان الله خان استارت کرد و مو قسمتی که برش گفتن که آزادی افغانستان را تو بگید و مردم را آرام ساخت، انگلیس یعنی نجات داد. آیا یک معامله بین امان الله و انگلیس بود یا نبود؟ خب باشن ی خود از این میتونه یک سوال باشه، اما رابطه از این با 400 میلیون اندی چی بوده؟ یعنی منظورتان است که 400 میلیون علیه انگلیس، علیه انگلیس جنبش آمد که انگلیس یعنی میکشیدن خود قاره جنوبی را آزاد میساختن، ولی در اون وقت نشد. نه یعنی خب دمی 400 میلیون نفره که در این بود، منظورتان یک شکایت است که ایندیا نخستن کت 400 میلیون ما کت 10 میلیون. بله بله بله. خب این عالم هم جنوبی یک دم آزاد میشد، یعنی در این مسئله همی خط دیران هم حل میشد، پرابلم بر ما نه، یعنی همه ای آزاد میشد. کی معامله بود بین انگلیس و امان الله؟ خب یعنی به نظر شما شاه امان الله خان یک معامله کرد که این معامله ازی بر افغانستان بسیار قیمت تمام شد. اول خط دیورن قبول شد به رسمیت که امان الله خان گپ شما درست است، پای سند دیورند امضا کرده، ما با هم علاقه مندی بروی پادشاه ترقی خواه مملکت ما و احترام، اما این قسمت ما امرایشان یعنی نمیتانم بپذیرم که پای سند دیورند اینا امضا کردن و او بزرگترین خبطه، یعنی امضای عبدالرحمن خان در او سند قمویم نبود که از امان الله خان بود. ولی در قسمت از این که ایندیا چرا نخیستن، اگر ایندیا هم نه 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 اگر این مبارزه که گاندی با پیش برد، این مبارزه بسیار صلح دوستانه نمی بود، قهرآمیز می بود، احتمال داره که انگلیس ها آنقدر تارمار می شدن که در افغانستان هیچ اصلا اثرشان باقی نمی ماند. و این گپ شما هم درست است که اگر در امو زمانه که انگلیس در غم جان کندن خود بود یک پافشاری صورت می گیرد، شاید خط دیورند هم از بین می رفته، ولی شاید هم از بین نمیره. و خاطر یک چیزه که در وطن ما کمتر مردم توجه کرده، اینمی خط دیورند انگلیس برای فردای خود به وجود آورده، انگلیس برای پاکستان به وجود ناورده. این امروز شما میبینین که انگلیس از اونمو قرارگاه وسون خط دیورند به طرف سمت شمال مملکت ما و به طرف تاجکستان و ازبکستان و ایران و روسیه میره. یعنی این یک خط بسیار سنجیده شده بوده که اینا در اینجا به وجود آورده، ما به این نظر هستم. اما در این قسمت شاید ما ترجیح بتم که سوال دوم شما را جواب بتم و او ایست که اگر بدون نفوذ شماری در وطن ما بخواهیم که مشکل مملکت حل کنیم آیا حل میشه یا نه، اینجا دو رقم رای حل وجود داره. یکی که کل ما قبول کنیم که ما مربوط یک خاک هستیم، برادر و برابر هستیم، در این صورت حاجت به سرشماری نیست. کل اگه ما میگیم فرق نمیکنه که کی زیاد فکر کنین که هزاره زیادترین باشه، یا ازبک یا پشتون یا تاجک، کل ما عین عقد داریم.
هیچ کس اکثریت نه، هیچ کس اقلیت نه، در او صورت حاجت به سرشماری نیست. در غیر از او اگر سرشماری میشه، بیاین فکر کنیم که سرشماری کردیم، تاجکا زیاد برآمد، پشتونا نبرآمد، تاجکا برآمد. آیا این مشکل مملکت ما را حل میکنه؟ نه، به خاطر از این که تا زمانی که در یک مملکت زورگویی باشه و یک تعداد فکر کنه که من چون تعدادم زیاد هسته دیگرا باید نوکر ما باشه، مشکل مملکت ما حل نمیشه. صرف نظر از اینکه کی زیاد یا کی کمه، اگر ما نفوس شماریام کنیم و زورگویی باقی بمانه، باز هم مشکل حل نمیشه. حداقل یک چیز میفهمیم که این مردمی که میگه که ما 50 هستیم، 60%، 70%، همین معلوم میشه که ما قناعت کنیم که هست و اونا قناعت کنن که اگر نیست نیست. تا حال کل چیز عدس و قیاس است که با زور در مملکت تعمیل شده. اما هر وقت که ما بخوایم وطن خود را واقعا به پیش ببریم، باید یک چیز کل قبول کنه که کلگی برادر و برابر، زیاد خواهی و زورگویی نه. فکر میکنم اینی رای علا. اما بسیار تشکر خواهر عزیزم. تشکر شما. خدا لطف کردین. خب خط باز است. البته یه آقای را که گپ میزدم که در سمت شمال میره، از قوای شاهین برای ازی دو دانه هلیکوپتر داده میشه و ای آقا در ای دو هلیکوپتر با نفرهایی که گرفته که کلش از عسکری است، ای میره در سه ولایت بغلان و مزار و مشم کجا و در اونجا از طرف قوای نظامی و امنیتی کشور بسیار پذیرایی خاص میشه، ضیافت ها و مهمانی ها. و ای آقا برای اقتیاد از اونا چی میته؟ تقدیرنامه میته؟ یعنی شما فکر کنین که اگر امی آقا با استفاده از امی دو هلیکوپتر یک 20 نفر دیگر هم که خود یک جای میکرد، مثلا خدا نکده میخواستن آقای تمام آمد نور ترور کنن، بسیار ساده بود. و در آیندام ای کارا میتانه کشوا ما میشه. یعنی وضع امنیتی کشور ما آنقدر پرخفقان است، آنقدر مخشوش است که یک آقای بیکاره در تیاره های نظامی کشور یک یا نه دو تا برش داده میشه و جنرال ها در پیش رایش سلامی میزنن و ای آقا از اون موقف استفاده میکنن. بفرمایید دوست از این روی خط هستین، خدا معرفی کنین. بله سلام علیکم آقای سرسنگ، از جور بخیر. آقای سمدی عزیز خوب هستین؟ ساعت شما خوبه انشاءالله؟ روز شما خوب بود؟ تشکر. نه نه پشتو بگوین، من میفهمم گپتانه. یو جالب خبر او در اکسور از دماغ خبر در طلو نیوز در دوشتم تاریخ و ولی او پی آی ای تیاره در دغه سخه حرکت وکره در کانادا سخه اطلا دغه در پاکستان تا. بله. او امرجنسی لنده در لوده پا داره که پا منچستر لندن که انگلستان که آغه لنده داو ولی او یو نفر یو مسلمان دغه کړی وو، لوټه یې استفاده کړې وه. مې بله یا بله هو، نو هغه د ظاهر دایي خبره مې په یاد شوه چې تاسې یې خپل په یوه برنامه کښېږي وو چې باید دې څو لوټې څخه استفاده وکړي او داسې واسې، نو ډېره خندا مې راغله. ما ورته وګوره هغه خبر اوس هغې په تیاره کښې دا خلک استفاده کوي، نو دوی ولې د کاغذ څخه استفاده نه کوي؟ دا تشناب کاغذ چې دی چې د بورې څه دوی استفاده کوي په تشنابوب کښې. بله تشناب بند شوی وو، په تیاره بس دغه شوی وو، نږدې اور اخېستی وو، 300 کسان نږدې وژل شوی وای. بله نو دا خو نو داسې دا خلک دا کارونه کوي، دا خو دی په اسلام کښې نشته، دا زموږ نوم به دی دا خلک په دا دنیا کښې. کاملا آقای صمدی، ما د امی برنامه بخلم دفعه دوم بود که ما قصه میکردم و ای فقط یک سه چهار یا پنج روز پیشتر از این حادثه بود. من خودم هم وقتی که ای را دیدم خنده کردم. یعنی ما وقتی که در زندان پلچرخی بودیم، باور کنین ما در زندان دو آرزو داشتم که یکی یک روز ما از پلچرخی برایم یک تشناب برم که هیچ کس در پشتش استاد نباشه و تق تق کده نره، و دیگه ای که یک غوری کلان بانجان رومی پخته قاش کده باشه کت نمک. اینمی دو آرزوی ما بود از جا که برایم. و ایره ما خو مشکل تشناب بیازو داشتیم،
دو ساعت سه ساعت یکان دفعه پشت دروازه استاد میبینیم تا نوبت ما برسه، اما تو یک لاین 200 نفر 300 نفر. اما اینمون جام یک تعداد نفرا بخصوصا می هموطنهای ما که ملا بودن یا آواز انداخته بودن که در کاغذ تشنا پاک نکنین به خاطر از اینکه در او قرآن نوشته شده. اینال مردم که به او گپ باور کرده بودن فکر میکردن که خود گناه است، والا بازی ها میرفتن از امی بیروز سنگچل قلق خونه بوده و سنگچلا را جمع میکردن. این سنگچلا را که میآوردن در او تایلت منداختن، تایلت ها نیمش بند میبود و این مشکل ما به اندازه زیاد بود که هیچ گفته نمیتانم. و اونمو یک مالی خولیای بود که یک ملای بی سواد در کلی زیاد داده بود. این حال ای آقا که در می تیاره شیشته یکی از اونمو آدم ها بوده که فکر میکده که ما میتانیم که چی کنیم، امی کاغذ گناه داره. یعنی فکر کنین که در تیاره کت خودی سنگچل آورده و در اونجا کت سنگچل پاک میکنه. این حال وقتی که میگی امو ظاهر دایی میگفت نه که سبحان الله در دین ما سعی که پیغمبر ما از خلافت تا چیره تا تشناب رفتن برای ما گفته که چی رقمی کنیم، ولی از طهارت تا خلافت. امیدوار استم که هموطنهای عزیز ما آیسته آیسته یک قصه باوری ها و قصه مسلمانی ها را اعلا کنن و با محتوای خوب دین بپردازن تا او را ما برای امور انسانی خود استفاده کنیم نسبت به ای که این افکار مخشوش پخش کنیم. اما زیاد تشکر جناب صمدی. تشکر. لطف کردین. حالا ما آقای صمدی را گفتم که هم پشتو گفته ما میفهم. مگم در کلیم کال گپ بزنم و ما هرچی کوشش کنم او گپ هیچ نفهمم. ولی ما فهمیدم تمام گپایتان آقای صمدی با در مجموع کلشه. ولی مشکل گپ فهمیدن تا مشکل گپ زدن نیست که در گپ زدن مثل که پرایت باور نتانی. بخاطر از اینکه میگی اگر گپ دیام ای اشتباه بگویم بازدهیجه، بخصوص که ما یک دشمن داریم، اینه که یک مشکلی که پیدا شه یا باز از او ویدیو جور میکنن. او روزا امو آقای عبدالرحمن فاتح دیدم، یعنی بعد از 5 سالی ملا هیچ چی سر ما پیدا نکردن. در کدام برنامه ما گفتیم که مثلا آیت 54 این از این سوره و او سوره 52 آیت داره، ای آیت مثلا بوده 42، ما ای را خواندیم 52. باور کنین ای خوش بود، یک خنده میکد که اینه من میگم که تو یاد نداری، این از روی او خب 52 آیت داره تو 54 میگی. دیگه از این خاطر اگر با پشتو گپام بزنم از او خدا چه خواه گپام بخواد کشیدن. به هر حال دو سایزم، یعنی شما فکر کنین که وضع امنیتی کشور ما به اندازه خرابه که یک نفر میایه و ده ها جنرال مملکت بازی میته، دو تیاره هلیکوپتر این میگیره کت نفرای مسلح و میره در ای ایالت و در او ایالت و در او ایالت و چی پذیرایی های میشه، این ضیافت هایی که برای از این انجام میتن و چقدر چاپلوسی ها بخاطر از این که یا فکر میکنن که این نماینده شورای امنیت که باز نام ما را نشته کنه که در اوجه برای ما رتبه بتن. یعنی اینی وضع امنیتی کشوره و ای تنها در قرارگاه نظامی نمیره بلکه در قرارگاه یا امی دفاتر امنیتی هم در سمت شمال میره. اما بالاخره کدام نفر فکرش میشه که بیدر تو بیا که ما میره یک زنگ دیم که امی از کجا آمده، امی کی هست، امو کاره که میکنم معلوم میشه که ایش کار است و آقا را دیزگیر میکنن. اینی امنیت است که آقای اتمر به حیث مشاور امنیتی در اینجا چی کرده. آقای اتمر گفتم و مشاور گفتم، او روز دیدم که امی کسایی که در کمیسیون انتخابات تقلبات انتخاباتی بودن اینا چی میکردن، اینا در امقه وقت یکیادشان آقای اشرف غنی یک توفه داد
به اثر متقلبات کده بودن، خواهی را گپ میزنیم سرش. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین، خدا معرفی کنین. روی خط هستین دوست عزیزم، خدا معرفی کنین. بله شفی جان. بله هست، سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام علیکم شفی جان، برادر چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر شکر، شما خوب هستین انشاءالله؟ صحت شما خوب است. شکر. میخواستم تشکری کنم از برنامه خوبتان، از زحماتی که میکشین. تشکر. نمیفهم با کدام زبان تشکری کنم. به اندازه شما به فکر مملکت و مردم ما هستین، هیچ قابل باورتان این سیگان وقت بر مردم. فقط امیر میخواستم تشکری کنم، اگر کدام کمک چیزی باشه ما بمرایتان اینجای هستیم. لطف میکنیم، مردم زیاد دوستتان داره به اندازه. تشکر خواهر عزیز. کلان راستی روشن صافتین از وقتی که برنامه شما را کلک گوش میکنن، در اسلام، در سیاست، از هر نگاه دیگه. خداوند از خداوند توفیق زیاد بر شما میخوایم. تشکر. جان جور میخوایم همراه فامیل محترم. خداوند همونطور یک مادر که شما را کلان کرده بیاموزیش و جنت نصیبش باشه. تشکر باید. تشکر. خدا معرفی نکردین مگر؟ من فریده هستم از کالیفرنیا، شما رو زحمت دادم شفی جان. بسیار خوب. من یک سوال داشتم، من تلویزیون شما رو من در آیپد میبینم، ما چیز نداریم، در این وبسایت دان میبینم، مگر صداش بسیار پخش از بسیار صدا نمیفهم. احتمال داره که در آیپد تو باشه، چون اگر برای کل پخش باشه حتمی. حالا ما میخواهیم دوستایی که بعدا زنگ میزنن برام بگو یک صدا برای از اونام پخش است یا نه. یکان دفعه در آیپد یا در تلفن باز کت کمپیوتر کت تیوی هر کدامش یک کمک فرق میداشته باشه، اما امیدوار هستم که خوبتر شوه براتان دیگه. نمیفهم که در قسمت ما، ما از دوستا خواهش میکنم که بعد از شما که زنگ میزنن برام بگوین که صدا برای از اونا خوب است یا نه؟ تشکر شفی جان برادر. بسیار خوشحال شدم خواهر عزیزم، زیاد تشکر، لطف کردین. از همه زحمت های شما یک جوان تشکر دیگه. تشکر، بسیار تشکر. تاثیر برنامه ما، ما فکر میکنم که بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستن شفی عیار هستن. تشکر دوست عزیزم، شما خوب هستین، خدا معرفی کنین. تشکر، زنده باشه. ما زین الدین هستم، از کالیفرنیا زنگ زدم. خوشحال شدم برادر گلم، بفرمایین. جان یک سوال داشتم، امیز میزین میگر، اصلا دو سوال داشتم که امیز میزین میگر دیکی که امیز شنیدین میگم خود طفل که از بیگناه است، وقتی که بمره باز در جنت میره، اینا را از یک کافر. بله. از یک کافر مثلا طفلش بمره، او در حساب مسلمان حساب میشه، او در جنت میره یا دوزخ میره؟ یک ای سوال هست. یکی هم اگر اجازه باشه یک سوال دوم هست شفی آرسد. بفرمایید. سوال دومی است که مثلا ما همیش انتقاد میکنیم از امی هندوهایی که مثلا سنگ یار پرستش میکنن و دگه میکنن، اما سوال ما ایجاست، وقتی خود ما شما مکه میریم، خود کعبه ما سنگ است، وقتی ما سجده میکنیم خودشون یک سنگ گفته میشه. ما جواب زیره با مردم همیشه از ما سوال کرده، چون بسیار دوستان هندی هستن و واقعا نمی که بند نمانم، نمی فهم که چی بگه. ما بشان بگه مخاطب مثلا او سنگ نیست، وان بگه مخاطب ما اصلا او بود نیست، مخاطب ما کسی دیگه است. ما می که فقط می دون نظرت می خواستم شفی آرسد. بسیار خوب دوست عزیزم، ما سوال دومتان اول جواب میتم. تشکر، ببخشید از طریق تلویزیون بشین. اولی که کعبه سنگ نیست، اما حجر الاسود در کعبه است. اما آیا ما باید سنگ پرستش کنیم؟ به هیچ وجه نه. اما مردم است که بت پرستی میکنن. قرآن به هیچ وجه مردم نگفته که خدا پرت و حجر الاسود یا بت پرستی کو یا سنگ چی کو یا قبر وسیله بساز. به هیچ وجه این نیست. ما به اساس قرآن خود بت پرست نیستیم.
اما با اساس قسم مسلمانی بود پرست هستیم، مام بود پرست هستیم. نگفتن اما نکه امی کعبه خودشام یک بتخانه بود. وقتی که اسلام آمد بتار شکستان که یک خانه خدا یعنی عبادتگاه باشه. یک یاد مردم تو فکر میکنه که کعبه وقتی که میگیم خانه خداست این راستی خانه خدا ما میریم. نه، هر مسجد که برای عبادت ساخته شده و برای مو استفاده میشه عبادتگاست و اینمی عبادتگاه یعنی که خانه خدا. یگانه میگه بیت الله میریم. بیت الله یعنی که جایی که برای خداوند میری سجده میکنی. از این خاطر ما بت نمیپرستیم. اما آیا ما بت پرست نیستیم؟ باور کنین زیاد مسلمان ها بت پرست هستند، به خاطر از این که از اول پیغمبر بلا تشبیه در جای خدا شاندیم، حدیث در جای قرآن شاندیم، مثل از این هزارها چیز دیگه میکنیم که اگر دقیق شویم بت پرستی است. بتی نیست که از یک سنگ اگر تراش نشده در کلیت بت ساختی او خیره. در کلیت میتونی بت بسازی از نظراتت و او را پرستش کنی، اونمو خودش بت پرستی میشه. بنان اگر شما سعی کنین در این مذاهب مختلف اسلامی و قصه هایی که اینا جور کردن، بت پرستی در اسلام بسیار عمیق است. و من 5 سال است که آمدیم از روی قرآن تشریح میکنم. مرا مور میزنن که تو کافر هستی. ما به اساس قرآن میایم 10 آیه در یک مورد برشان میکشم، اینا مرا میگن نه تو کافر هستی. برای چی؟ به خاطر از اینکه ای دین را که یال باور کردن دو قدر عمیق شدن که حال باید پیغمبر دیگه بیای و کتاب دیگه بیای و جهاد دیگه صورت بگیره برای 100 سال که اگر مردم از این را برای متوجه شود. در قسمت از این که طفل وقتی که در بطن مادر خود از بیگانه است، فکر میکنم که اشتباه نکنم، در قرآن اتو گفته میشه که خداوند میفهمید از پشت انسانها نسلهایشان گرفت و از روی ازو فهمید که کی چی میکنه. حالا امو رو به تقدیرشان حساب کرده، یعنی حالا که تولد میشه کلا یه خداوند میفهمن. اما من خودم شخصا با یه عقیده هستم که تا یک انسان کار بد نکنه، زشت نکنه، گناه نکرده و بخصوص که اگر او مؤمنه، مؤمن کسی است که به خداوند یکتا ایمان داره، فرق نمیکنه دومش. در دوم و سیمش که پیغمبر و کتاب میشه، نظر به او باز میتونی که عیسوی، موسوی، مسلمان شوی. یک مسلمان با یک گانگی خداوند واحد ایمان داره، به این خاطر مؤمنه، با پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن ایمان داره، بنان مسلمان است. اما تو عیسوی با پیغمبر و کتاب خود، موسوی با پیغمبر و کتاب خود. اینی جواب بود که من میتونستم در قسمت برای شما بتم. ببخشید دوستای زم که زنگ زدین در لاین چی گپ میزدم، حالا شما میتونین که دوباره زنگ دین میگیرم. خدا کنه که باز کار نشده باشه بگوین نه دیگه زنگ نمیزنم. در امیجه ما در سر یک موضوع قبل از این گپ میزدم، اما چیست راستی امین نوتم نشان میده آقای صمدی که در قسمت تیاره پاکستانی گفت که در اونجا نفر سنگچل انداخته بود، باز کدام رقم شده بود که میخانیکیت تیاره را اثر کرده بود در آسمان. یک دفعه اما تا یک دود سیاه از پشت تیاره، این تیاره به یک حالت استراری در منچستر چی بریتن نشست کرده و اگر ای در یک جای نزدیک نمی بود و امی نشست از این موفقانه نمی بود، در او تیاره قسم که آقای صمدی هم گفتن حدود 400 نفر در اینجا کشته می شد. و فکر کنین اینمی خود از اینمی غیر مستقیم بت پرستی است. این مجموعه عقاید سیاه است که ملاها به اساس قصه مسلمانی و احادیث ساختگی در ذهن ما دادن، اینال ما اونمو را باور کردیم. بنان این قرآن در ایسون مانده در خط دیگه، باورهای ما که اکثرش از طرف اونمو ابو سفیان و فامیلش و عباسی ها و
فامیلش اینا به وجود آمده، اونو اصل دین ما را حالا تشکیل میده. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم، خدا معرفی کنین. سلام علیکم شفیع جان عیار، فرید است از نیویورک، شما را زحمت دادم. آقای فرید سلام عرض میکنم. امروز روز فرید و فریده است. تا حالا چند نفر بود که فرید و فریده و فریده؟ تشکر از این برنامه‌ای دلچسب و دیدنی و آموزنده. تشکر. ما واقعا افتخار میکنیم با شما. تشکر. از طریق تلویزیون و دین شما و اگر شما متوجه شده باشین، این رئیس جمهور خداوند افغانستان که به ترکمنستان رفته بودن، بله، اینا در گفتارشان در اون بیانی که می دادن، صحبتی که می کردن، اصلا اینا دو عمل انجام می دادن، یکی صحبت می کردن، یکی که بعضی ترسلیشن هست که برای گنگاه هم می فهموند از طریق ساین لنگویجی میگد. بله بله بله. اینا رو از برای مشاورین ازی، برای می کسایی که میشنوان از طریق تلویزیون و وزین شما، بله، برای می بگویم که همی عادت که قبلا کاملا آدم میشرماند باید جمهوری که به این شکل صحبت میکنه، امیر برش بگنم یادت خدا اگر اصلاح بسازن در آینده ممکن ما یک ذره از درد و رنج ما کمتر شود که بسیار میشرمیم. یک جان تشکر از بسیار زیاد تشکر از صحبت های همه جانبه شما، تشکر ما واقعا افتخار میکنیم با شما، قربان شما. تشکر دوست عزیز، تشکر. آقای اشرف غنی را ما شما فکر نمی کنم که دیگه در فکر اصلاحش باشیم. امی به طور مثال یک گوشت میمانن، او یک پروسس ستیر میکنه، آهسته آهسته کیفیتش بالا میره. مثلا استیک در امریکا که چی میکنین، یک کس در امریکا یا اینجا نیست، گوشت که برش ما شما کباب میکنیم او رقمی پخته نمیکنیم، ولی او استیک است، یعنی توتای کلان گوشت. مگر در امریکا او یک پروسس است که در یک جای سرد به یک نمره خاص رو نگاه میکنن، مثلا یک هفته، دو هفته، سه هفته، گوشت در این حالت آهسته آهسته پوده میشه در واقع، یعنی سختیش میره. وقتی که شما او را نوشجان میکنین بسیار یک کیفیت خوب داره، اما این را دیگه دوباره نمیتونین که پروسس به طرف اول ببرین. اگر این را باز تا یک مرحله است، اگر از اون مرحله تیر شد دیگه گوشت پوسیده میشه، بویناک میشه، خراب میشه. تنها او را باید در فکر زبال انداختنش باشین. آقای اشرف غنی ما فکر میکنم که در اون وقتی که بر ریاست جمهوری خود کاندید کرده بود، از اون مرحله استیک بودن تیر شده بود، با مرحله زبال افتیدن رسیده بود و بسیاری کارهای کرده که قابل شرم بوده، ولی در افغانستان دیگه مسئله شرم از اشرف غنی مطرح نیست. چطور کنیم که قتل عام و کشتار ملت خود از دستای کثیف دور نگاه کنیم؟ یعنی وطن و مردم خود چطور از این کثافت نجات بتیم؟ چرا ای با اعمال زشتش به یک کار تبدیل شده در گلون مردم ما؟ مثلا رفتن از این در سفرهای خارجی، کارهایی که میکنه و این ساین لنگویج که گپایی که میزنه که تو میکنه بازت تو میکنه، او چیزها را در دوره انتخابات من این چیزها زیر سرشتش گپ میزدم که یعنی سایکولوژیکلی چی مانا داره از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر دیپلماسی، و وقت از این ما چی رقم یک آینده میتانیم داشته باشیم. البته این علامات تزی یک طرف بود، گپای دیوانگی از این دیگه بود، یعنی گپای از این تا جای رسید که در امو یک مجلس ما فکر میکنم در ترکمنستان بود، اما سال گذشته بود یا دو سال پیش بود، نه سال گذشته بود، در اوج امو یک قصه کرد راجع به تاریخ مملکت از وا برای خودشان قصه میکرد، میگه نوشتن در ایجا مچم در فلان سال به وجود آمده، یا ترکمنستان از کشورهای اولی بوده که در ایجا نوشتن به وجود آمده، و چنانچه یک خانم شوهرش رفته بود در چین برای سفر، در موجه گم شده بود، هیچ پیدا نمیشد، بازی بر از او یک خط نوشت و گفت که
تو میای یا مکت گاو رسی کنم، یعنی شما اگر سعی کنین هر کدام و در اونجا باور کنین، تمام از این کسایی که آمده بود شاگردای یونیورسیتی بود و یک تعداد پروفیسرها بود، یک تعداد کارمندها و اراکین بزرگ حکومت بود که در کشورهای دیگر رقم افغانستان نیست که به حساب زور چوکی بگیری، اینا نفرای فامیده مملکت بود و باور کنه 90% از یا پیشروشان کتابچه بود و هر گپ از زیر اوجا ترجمه میشه نوت میکدن، یعنی هیچ کدام از این خنده نکد، چون اینا که در اون مجلس میاین یک قدر دیپلماسی میفهمن که در این خنده نکنه. اما شما سعی کنین که رئیس جمهور یک مملکت بیاد در مملکت ما بگویم مثلا از بلخ یک نفر رفته بود سفر، یا از پکتیا یا از کوته سنگی چین رفته بود 2000 سال پیش، باز شوشش نام دو سال در اوجه گم بود، بازی اخت برش رایی کرد که میایی یا حکت گو آرسی کنم. واقعا یک آدم است که باید کل ما به شرمیم ازش، اما حال گپ از شرم بالاست، چطور مردم خود از چنگ انسان پست کثیف نجات بتیم، از چنگ رفیقایش، از چنگ شورای ملیش و مشاورینش. به شرم از سر از این گپ میزدم که یک ده نفر از امی کمیته متقلب انتخابات که اینا را آقای اشرف غنی، اقتیادش برای آقای اشرف غنی بسیار کار خوب کرده بود، بنان هرچی که کش کرد و رضیا چوکی های کلان کلان بتا نشد، چون حکومت تقسیم شده بود، باز آقای اشرف غنی دفعه که شد کالیا قار نشن اگه یارو چوکی نتم، یک دفعه نبراینم و گپا را قصه نکنن، بنان کل از یارا مشاور مقرر کرد درگ. یعنی شما فکر کنین یک رئیس جمهور که امی آقای عبدالله که رئیس حکومت اجرایی است، یعنی نیم حکومت ازش است، او آمد 4 ماه پیش گفت که این رئیس جمهور چی رقم یک رئیس جمهور است که ما که رئیس شورای اجرایی استم، ای در 2 ماه در 3 ماه یک 2 ساعت وقت نمیده که ما وزی بشینیم دو به دو گپ بزنیم. آقای دوستم امروز در سمت شمال رفته دیگه هیچ کابل نمیه، و خاطر از این که حتی آقای دوستم که از سواد کافی برخوردار نیست، اما مقدر دیپلماسی میفهمه، باور کنین که دوستم بسیار تلاش کرد کمی آدم کودن بفهمانه، اما نفهمید، یعنی هیچ یک کمیونیکیشن یا مباحثه و افهام و تفهیم وجود نداره. و آقای ضیاء مسعود که رئیس حکومتداری خوبه، او همچنان آمد که ولی رئیس جمهور قرار است که ما را در جریان قرار بده که او از کارهایی که میکنه، ولاغا و ما اگه بوه ما خبر اومتا نمیشیم، یعنی مشوره خوب یازو نمیگیره. اینال یک رئیس جمهور خودکامه که با اراکین بزرگ خود مشوره نمیکنه، این 10 نفر مشاور دیگه چی مانا؟ امروز در حداقل 100 مشاور داره که مای شاید یک 5000 10000 دلار معاش میگیره، کلگیش دمو پیتوای هر کشیشه نسوار مندازن، و 10 نفر دیگه را ما آورده در اوجه که یا مشاورم، یعنی که یک چوکی مافوق رتبه بر از یا در اوجه گفتن و یا مشاورم است. مشاورینه که شاید تا آخر دوره اشرف غنی یا عطاکت اشرف غنی 2 دقام گپ نزنن. مشاور چی مانا داره؟ و یک مملکت غریب، حالا شما دیدین که در بروکسل رفت 30 بیلیون دلار گدایی بر افغانستان پیسه میتن و قیمت خون و خموف نمیتن، چی را از ما میگیره؟ 300 هزار عسکر هم یاله تربیه کردن، یه عسکر اینم یاله آماده است که اگر امریکا و اروپا ایرامت مارش کنه در ایران مدرایه، اگر مارش کنه طرف تاجکستان مدرایه و کل از یام تباه میشه دمای 200 دلار. اینال اینی پیسای گدایی که به قیمت خون اولاد ماست، این میگیره 10 نفر بیکاره دیگر هم میاره به خاطر از اینکه در تقلبات انتخاباتی به نفش کار کرده، که بیایی که مشاورم باشین در مرگ بیاین، حداقل بیاین که موج خاطرتان جمع شه. یعنی اینی وضع از این حکومت گنده و آلوده است. به هر حال دوستان، شما اگر سوال دیگه دارین میتونین که زنگ بزنین، من میبینم احتمال داره که اونقدر وقت بسیار زیاد نمانده باشه، من یعنی اینی وضعیت حکومت افغانستان است. و از او قدم مهمتر، شما
حتمی شنیدین که تلویزیون های افغانستان در سر از این تبصره کردن که آقای اشرف غنی ماهانه 50,000 دلار برای تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون کمک میکرد. یعنی شما سعی کنین افغانستان گداییگر کچکل دگردن که از پیسه گدایی دنیا زندگی میکنن، این 50,000 دلار مانع به دیپارتمنت انتخاباتی یا می نفرای کمیسیون انتخاباتی هیلاری کلینتون کمک میکرد. از کدام پیسه؟ تو 50,000 را که میگرفتی در اینجا میدادی، ای از پیسه معاش عسکر بود، معاش پلیس بود، معاش بیوه بود. امروز از هاکر ما که کشته میشه دو ماه معاش شکست نمیته، اما فامیل بسته گداییگر میشه. اگر پدر داره پدرش کدام واحد نداره گداییگر میشه، اگر مادر داره، اگر زن و اولاد داره. امروز به هزارها فامیل از هاکر ماست که پیسه زندگی روزمره خود نداره و این 50,000 دلار برای هیلاری کلینتون معانا میداد. بفرمایید دوست عزیزم شفیع یارستم. سلام علیکم آقای شفیع، خوبستید؟ سلام عرض میکنم دوست عزیزم، خود معرفی کنین. من زمیر زمان هستم از کالیفرنیا. زمیر زمان بسیار نام خوب و بسیار تخلص خوب. زمیر زمان یعنی زمانی که زمیر داره، بسیار خوبش. بفرمایید آقای زمان. تشکر. خوش میدید اسمت که پدر احترمون دیگر. بسیار خوب، پدر با فهم. خوش میکنم. خب من صحبت های شما را شنیدم. اول باز هم تشکر کنم از تلویزیون شما و از پروگرام های بسیار خوب و سازنده شما. بسیار تلویزیون موفق با پروگرام های بسیار خوب و سازنده. دومین که شما سر آقای اشرف غنی صحبت نکرید که اسم طرف ها را میزنم و فکر میکنم که از یک گل با آب دادن اخیرش خبر ندارین که در این دستور بیشتر در فکر میکنم در ولایت بلخ یا کدام جای حرفی میزد در مورد تلویزیون ها؟ اردو؟ بله ها گفت میزد و در جیان گفت خود گفت که شما هر کاری که میکنین بکنین، شما کار خود بکنین، برای تلویزیون ها را بانین که باد اعلام کنین، با مذرت مذرت میخواییم، شما هر کاری که میکنین بکنین ولی تلویزیون ها را بانین که باد خود را ها. بله ها بله. شما ببینین یک رئیس جمهوری که یک کسی که رئیس جمهوری یک مملکت است که 30 میلیون نفوس دارد و در این موقف ریاست جمهوری قرار داره به اکسم حرف بزنن مردمای یعنی خارجی ها، کسایی که در خارج از افغانستان یه حرفای داره تحقیق میکنن و میخواین که بشنوان و بفهمن که اهداف از چی هست، چی میخواید، چی میکنن، با شنیدن از این حرفا اونا درباره نه تنها درباره خود اشرف غنی بلکه درباره دیگر حرف اونا چطور بخواد دارن. یک رئیس جمهورشون که قسم هر است، یک کسیشون که 4 سال در خارج تحصیل کرده و به حیث من حیث مغز متفکر آماده و خود برنده به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری میبرن، به این سویه به این بیسوادی و به این پایین صفتی اگر بگویم حرف میزنن دگر ها چی خواهد باشن. بازم من حرفای برادر دیگر ما رو تکرار میکنم که اگر کسی رفت از این حرفای مردم رو میشنم و برش مشوره میده بگویش که بلی حافظی خدا آدم شو. بله. دومی که این سوال ما از این برادرهای پشتون ما سوال است که این شما که در بود 60-70-80% برای آقای مثل اشرف غنی رای دادین و تا تعداد زیاد دارم تا امروز ازشان پشتیبانی میکنم، آیا شما به می اشرف غنی رای دادین به حساب علمیت دانش و علمیتش رای دادین؟ اگر به حساب علمیت دانشش رای دادین، خب این علم دانش که در بین افسرهای پلیس میشینه و میگه که تلویزیون آب باز میزنه. بله. اگر به حساب علمیت دانش رای ندادین، پس به حساب تعصب و نجات طلبی و زمین پرستی رای دادین، این هم نتیجهش مبارکتون باشه. بله. دیگه من از زیاد وقت را نمیگیرم. بسیار تشکر دوست عزیزم. تشکر. آقای زمان تشکر. خدا کنه که برادرای دیگه من دوباره تفصیل داشته باشم. تشکر. البته ایگه پره که آقای اشرف غنی زد ای دو سه نقطه داشت. گفت تلویزیونا بانین که باد الا کنن، شما بم میپرانین و ای را بر قوای مسلح مملکت میگه. قوای مسلح مملکت بم نمیپراند، طالبا بم میپرانن. قوای مسلح مملکت به خاطر نجات وطن ما
خون خود، خون پاک خود میریزن، سینه خود سپر دشمن ما که پاکستان و نوکرایشان است و خود اشرف غنی ساختن. و ای جناب فکری یک دقیقه روی خط باشین. اینال ای که میگه ای گپ واقعا بسیار یک گپ عمیقه، ای را بهتر است که من در برنامه میک چی کنم سرش گپ بزنم و ای را تحلیل کنم، چون بسیار یک گپ مهم است. ما ای را شنیده بودم آقای زمان، ولی فرصت پیدا نمیشه که در مورد همه چیز گپ بزنیم. جناب فکری بفرمایین، دوست عزیزم روی خط هستین. جناب شفیع سلام عرض میکنم خدمت شما. من به نوبه خود میخواییم که راجع به گلهایی که رئیس جمهور غنی در می شب روز تازه به آب داده خدمت شما و وطنهای عزیز چند نکته عرض کنم. این آدم در سفری که در ترکمنستان داشت و ما از طریق ویدیو سخنرانی عزیز از ویدیوهای فیسبوک دیدم، گفت که یکی از آرمانهای قهرمان ملی کشور ما معقد شد. ما فکر کردم که یعنی برای ما بسیار دور از انتظار بود که اشرف غنی چطور یک دفعه میخواه که از قهرمان ملی افغانستان که رسماً احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان است، اگرچه که حالا میفهمیم که در این مملکت چیزی به نام ملت وجود نداره. بله. خود قانون اساسی هم میره کنجان دارن و اصلا برای ائتلاف شمال نه یک فریبکاری سیاسی کردن که لقب و شهید آمد شما سود دادن، ولی در بدلش قدرت یا گرفتن. در اونجا گفت که فوراً گفت که قهرمان ملی ما امان الله خان بازی، امان الله خان یکی از آرزوهایش همی بود. چی بود و او چی بود؟ خب یعنی در اینجا منظوری بود که اشرف غنی آنقدر انسان متعصب و آنقدر در تعصب غرق است که یادم ایره فراموش کرد که در جای شک نیست که امان الله خان باعث معاصل استقلال افغانستان و بنامهای غازی امان الله خان در تاریخ کشور ثبت است و مردم ما به خاطر امور فکر و اندشه در خانه از مورد احترام مردم ماست. ولی این آدم برخلاف امور عرف دیپلماتیک بازم در ترکمنستان بیابنگی دیگر انجام داد که امان الله خان با جای آمد شاه مسعود قهرمان ملی گمان شد. یکی و دیگر این که عرض کنم جناب شفیع عیار راجی و میادن چاق و چلیک به نام سردار چطورکایی ازمرای سردار ازمرای داود. بله که سردار معلومه شه که از خاندان محمد زیا باشه و اقتداد زیادشان از امیر قام و خشای داود خان و زیخان امیر پاتوق از یا فعلا ارگ است. یعنی ارگ به یک جای تبدیل شده که هیچ معلوم نیست. همیان فعل نواسای امان الله خان از زایخان از داود خان از کلشان دارم ارگ آمدن و بسترند افتن و کل از یا به خاطر امی فروش زمین هایی که از پدرهای خود که یعنی خود سرانه همی هر جای که زمین خوب بوده آب و هوای خوب بوده و زمین ها رو به نامه خود کردن، حال یا آمدن فروختن و پیسه های زیره به طرف بانک های خارج انتقال دادن میرن. عرض کنم خدمت شما که این تو یک چیز تصادفی هم نبوده، یعنی امکان نداره که هر آدم چاق و چله بخید مثلا یک جای بره خب سرانه و خود از شورای امنیت معرفی کنه. این یک گیمه است که عنیف اتمر همه تو افراد اشخاص داره، همه قدر به این مملکت به واسفاستی و بری قانونی است که خب فکر بکنه که اگه این خود سرانه رفته همین تقدیر نامایی را که این رفته در اونجا توضیح کرده این از کجا برده ده. و باز این کار در افغانستان به سابقه هم نیست. شما حتما به خاطر داریم که یک ترکاری فروش از پاکستان آوردن حدود 20 چند میلیون دلار برش دادن و توسط هلیکوپتر بردن دوباره انتقالش کردن. یعنی اقدر این مملکت یک مملکت بیدر دروازه و بیباسخاص شده که یک واقعات عجیب و غریبه که در کتاب چی بگم گینس در کتاب واقعات عجیب و غریب تاریخی. بله. یک مملکت بسیار پدر دروازه است و بیلن که یگانه چیزی که واقعا سبب تمام بدبختی مردم افغانستان شده فقط از دیر کسی من تشدید قوم پرستی توسط حامل کرزای اشرف غنی احمدزای زلمه خلیلزاد جلال امی
جلالی یا آقای جلالی که یا کلشون یکی مثلا این افراد اشخاص مربوط به حزب افغان ملت، اینا فقط افغانستان رو به این طریق زیاد برباد کردن که قومگرایی رو تشدید کردن در افغانستان و امروز قومگرایی پیدا میکنن. همین نظر، چند نظر بودم را شما شریک. بسیار زیاد تشکر. تشکر از برنامه‌تون جناب شفیع عیار. تشکر دوست عزیزم. تلفن دیگه لطفا نکنین چون که یک تبصره کوتاه کنم وقتم پوره میشه. ما دوست پیشترمم که زنگ زد و اشاره کرد به این که هموطنهای پشتون ما که خود 60-70% مردم میگن و اکثرشان برای اشرف غنی رای داد. خب این متاسفانه است و این یک چیز نیست که دروغ باشه که یک یاد هموطنهای پشتون ما خود اکثریت و بلندتر از اکثریت میگن. اما این مهم نیست که کی اکثریت کی اقلیت. ما بالاخره باید که برای نجات وطن خود اگر اکثریت هستیم خود اقلیت بسازیم، اقلیت خود اکثریت بسازیم، این وطن پیش بره. اما گفت سر ایست که چرا پشتونای ما زیادترینش برای چی رای دادن؟ برای اشرف غنی. باور کنین که اکثر تاجکان به اشرف غنی رای میداد. آلیی لاف معلوم نشه، مگم برنامه های ما در ظرف یک سال پیش از انتخابات بسیار یک تاثیر خوب کرد. ما اشرف غنی را در واقع معرفی کردم. ما می دمی روزا یک جایی بودم، یکی از دوستای ما از فامیل ما گفت شفیع جان ما برای اشرف غنی رای میدادم. گفت ما و شوهرم تو هر دفعه که میگفتی شوهرم ما را میگفت که گوش کن که امی شفیع چی میگه، امیره که میگه و میگه. ما میگفتم نه، یک آدم درس خوانده است، اتر ما با مو رای میدادم. یعنی ما در ذهنیت یک تعداد زیاد هموطنان خود دیگه قسمت تاثیر خوب کردم. اما سر پشتونای ما تاثیر زیاد نتانستم. چرا نتانستم؟ به خاطر از اینکه اینا مسئله را قومی ساختن. مسئله که قومی شد و اینا همیشه به نفعشان است که مسئله قومی شد. چرا اگه قومی شد دیگه مهم نیست که اشرف غنی چی کار است یا دیگه فقط ما پختون ده اینا با می حساب همی میگه خر پشتون ما خوبتر است از تو که ده برو ما با می رای میتم. اینا برای بردن از این تا هر وقتی که بتانن گپ قومی میسازن، گپ لسانی، گپ نژادی میسازن. چرا اگر این گپ لسانی و نژادی نبود، پس شد از لسانی و نژادی، باز چی میشه؟ اوج معیارهای دیگر روی کار میایه، اوج محک دیگر روی کار میایه، اوج طلا را طلا مردم میسنجه، اوج خط میکنی سر طلا که باش ملمع نباشه، زیر از این دیگه چیز نباشه. اما وقتی که مثلا لسانی و نژادی شد میگه خیر دیگه، بخصوص هموطنهای پشتون ما که در امی مسئله لسان و نژاد اینا عمیق‌تر هستن از دیگرهای ما کرده و این یک چیز نیست که خدا ناکده ما از روی عقده بگوییم. حالا سعی کنیم وزارت اقوام و قبایل در کجای دنیا هسته؟ در عقب مانده ترین جای دنیا که کشور ماسی وجود داره و وام در بین هزاره و ازبک و تاجک نیست، در بین هموطنهای پشتون ماست. یعنی یک مرحله اینا به شکل عموم کل هموطنهای پشتون ما نه، اتحادش از ماکر بسیار رسیده هستن، اتحاد زیادشان مگر یک مرحله از دیگه مردم های افغانستان که در پشت سر رقم دوره مولکل توایفی فکر میکنن. ای البته با این مانا نیست که حالا ما یا را تنه بزنیم. ای یک وظیفه است که ما داریم که چطور دست برادر پشتون خود بگیریم. اگر ما هم اگر به طور مثال تاجک ها مردمی می بود که مثل یک تعداد هموطنهای پشتون ما دوره ملوکل توایفی بارو فکر میکرد، وظیفه هموطن پشتون ما بود که دست ما را بگیره. یعنی وقتی که برادر هستی و در یک مملکت هستی باید یکی دیگر را کمک کنی. منتهی یک کمک آسان هم نیست، به خاطر که هموطنهای ما را یک تعدادشان پاکستانیا گرفته در قتل عام مردم ما اینا را استفاده میکنن. یعنی یک کسی که فکر میکنی که غرق میشه تو دست مندازی که بگیری و فکر میکنی که دست تا چک میکنه ایلامیتی، ایتی یک شرایط خراب در وطن ما آمده و امیدوار استم که وطنهایی که شما در ایجه ایجه رو بسار میشنین از هیچ وقت شما آزرده نشین، قار نشین، برعکس شما از این انرژی بگیرین، از این راه پیدا کنین، از این بر رهنمایی خود و رهنمایی وطنهایتان استفاده کنین. بالاخره ما باید یاد بگیریم که تعامل داشته باشیم، یا پای تا و بالای دوستای خود بشنویم و از او یک راه حل پیدا کنیم. تا برنامه آینده که در خدمت شما می باشم.